مؤسسه فریدریش ابرت از سال 2002 میلادی فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کرده و از همان زمان تا کنون در زمینه تقویت دموکراسی کار می‌کند. در محفلی که به ابتکار این مؤسسه و به اشتراک شماری از محصلین پوهنتون و اعضای ولوسی جرگه در کابل راه اندازی گردیده بود، در مورد جلوگیری از خشونت در مقابل زنان در خانواده ها و تقویت نقش و حضور جوانان در جامعه بحث های زیاده گردید. ما جوانان را در بخش های مختلف آموزش داریم. به طور مثال در بخش رهبران جوان ما هر سال 25 الی 35 جوان را آموزش می دهیم که در دوره های مختلف آموزش داده می شوند. بسیاری از جوانان اشتراک کننده در این بحث فعالیت های این مؤسسه را مؤثر می دانند و می گویند که نه تنها جوانان بلکه کارشناسان مسائل سیاسی نیز می توانند از این بحث ها به طور شایسته استفاده کنند. برگزاری همچو مباحث و گفتگوها و مناظرات تلویزیونی از یک طرف برای جوانان یک فرصت بسیار خوب است که اونا نظرات خود ارائه بکنند و بر اونا یک احساس رخ میده که اونا هم مثل بزرگها حق دارند در مسائل مهم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بحث بکنند، توجه بکنند و نظراتشون ابراز بکنند. در این بحث 6 تن از اعضای ولوسی جرگه افغانستان نیز اشتراک کرده بودند. شینکای که روی خیلی یک تن از اعضای ولوسی جرگه می گوید که جوانان باید در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند تا بتوانند در آینده رهبری خانواده ها و جامعه را در دست گیرند. امیدوار هستم این گونه فرهنگ در افغانستان ترویج شود و اطفال و جوانان ما در این گونه نشست ها ابراز نظر کنند و افکار خود را عقلانه و منطقی ابراز کنند. مؤسسه فریدریش ابرت در کنار دادن آموزش به جوانان در مسائل مربوط به پارلمان، جندر، رسانه‌ها و عدالت انتقالی در افغانستان نیز فعالیت‌های را انجام می‌دهد. صفیه حساس، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.